به نام الله مهرورز مهرگستر و با عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. و با برنامه بازخوانی تاریخ در خدمت شما عزیزان محترم هستیم در 25مین روز از روزهای ماه مبارک و پرفضیلت رمضان، و به حول و قوه الهی ما به یکی از حوادثی که در واقع تینت و حالا بگیم طبیعت منافقین رو مشخص میکنه خواهیم پرداخت و هستیم در خدمت استاد عزیز و گرامی، استاد حسینی عزیز. خیلی خوش آمدید استاد. خواهش میکنم. خداوند اولا که سلام خدمت شما و همچنین بینندگان عزیزمون. و علیکم السلام و رحمت. و امروز 25مین روز از رمضان هست. رمضان دیگه در حال تموم شدن هست، بار سفر و بسته. بله. مهم این است که در این 25 روز و ایامی که مونده ما توانسته باشیم از این بازار رحمتی که گسترده شده و باز شده استفاده برده باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمان که وای به حال کسی که رمضان رو دریابد و مورد مغفرت و رحمت قرار نگیرد. یعنی اینقدر درهای مغفرت و رحمت گشوده شده. ماه ماه مغفرت هست، ماه خریدن نفس خود هست، آزاد کردن نفس خود هست، ماه بندگی برای خداست، ماه عزت و سربلندی است. اگه انسان از این ماه استفاده نبرده باشه، ماه خواندن قرآن هست. اگر در این ماه نتونسته باشیم خوب قرآن خونده باشیم و خود را در معرض رحمت خدا و مغفرت قرار نداده باشیم، واقعا زیان کردیم. بله در خدمت. الله متعال به همون توفیق خیر عنایت کنه و ما رو جز آمرزیده شدگان در واقع این ماه مبارک قرار بده. اما از حوادث تاریخی که استاد حسینی عزیز و گرامی به وقوع پیوسته، یا غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم، غزوه بنی مستلق یا مریسی هست. این غزوه در چه شرایطی به وجود اومد و در واقع چرا منافقین در این غزوه، یعنی چگونه زمینه رو فراهم دیدن برای اینکه از یکی از حربه‌های خودشون که در واقع وارد کردن تهمت بر مؤمنین و در اینجا بر ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم بود استفاده؟ بله، در اینجا از دو چیز استفاده، دو حرام در حقیقت استفاده کردن. یکی حربه ایجاد فتنه و دیگری بحث تهمت هست. غزوه بنی المستلق یا المریسیه. مریسی اسم یک چشمه ای بود که به بنی خزاعه تعلق داشت. بله. وقتی میگیم بنی المستلق، خود بنی مستلق هم، مستلق هم بار دیگه یکی از شاخه های خزاعه هستن، از بنی خزاعه هستن. بنی بار دیگه خزاعه. بله. پس این بنی مستلق با بنی مستلق در از یهودهای مدینه بودند ارتباطی نداره. اینا از بنی خزاعه هستن. ندارن. بله. بله. بنی مستلق در غزوه احد با مشرکین بودند در سال سوم هجری. بله. با مشرکین اومده بودن در حمله که به مدینه شد، جنگی که شد، شرکت داشتن. به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید که بنی مستلق در حال با بعضی از قبائل دیگر در حال جمع شدن هستند برای حمله کردن به مدینه. سلاح خریدن، اسب خریدن، آماده هستند. بریده اسلمی را میفرستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال پنجم هست، پنجم هجرت، ماه شعبان. در سال پنجم هجری ماه شعبان اتفاق میفته. ماه شعبان. بله. خب سه ماه بعدش در شوال شروع میشه، البته دو ماه بعدش شوال و ذوالقعده که جنگ احزاب بود، خندق بود. بله. در همون سال. بله در همون سال بود. بله. خب قضیه خطرناک بود. وقتی که متأکد میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بریده اسلمی خبر میده که بله اینها خودشون آماده کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با 700 سرباز و 30 سواره، بله 30 اسب سوار و 700 سرباز حرکت میکنند. در عرض راه جاسوس بنی المستلق رو میبینند، دستگیر میکنند. بله. و کشته میشه. وقتی خبر میرسد به قبیله بنی مستلق، به رهبرشون حارث ابن ابی ضرار، وقتی خبر بهش میرسه، همچون کسانی که همراهشون بودن، قبیله دیگه میترسن، فرار میکنن. بله.
این یک روایت اینو گفته، اما روایتی که در صحیح هست میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شبانه بر اونها وارد میشه در حالی که غافل بودن و هم غارونه، غافل بودن، خبر نداشتن چی میشه، که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم داره حمله میکنه یا نه. و این روایت صحیح این هست، حقیقت این روایت صحیح هست که ابن القیم رحمت الله علیه اینو ترجمه ده، چون در اون روایت اولی که در ابتدا گفتم که جاسوس اونها را گرفتن میگه درگیری میشه، اما روایت صحیح چیه؟ روایت صحیح اینه که اصلا اینها غافل بودن، انتظار نداشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد بهشون حمله کنه. اینها کسانی بودن که دعوت اسلام بهشون رسیده بوده، در جنگ احد با مشرکین بودن و دقت کنیم چند ماه، دو ماه بعد هم غزوه احزاب بود، حتما شرکت میکردن در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیشگیری که داشتن، آماده شدن، فوری حمله کردن و کسانی تونستن فرار کنند از مردانش فرار کردند. خب تعدادی هم به اسارت افتادن از مردان و زنان و اموالشون به اسارت گرفته شد. بله. از جمله کسانی که دقت کنید الان، از جمله کسانی که به اسارت می افتد جویریه بنت الحارث هست. جویریه بنت الحارث رئیس بنی المصطلق، بزرگ بنی المصطلق. بله. که رسول الله صلی الله علیه و سلم با او ازدواج میکنه، آزادش میکنه، باش ازدواج میکنه. و وقتی که مهاجرون انصار خبر شدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم با جویریه ازدواج کرده، گفت چطوری ما خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم در اسارت داشته باشیم؟ بله. اونها را آزاد میکنن، کسانی که ایمان آورده بودند، صد خانواده ایمان میارن. بدین خاطر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود که مبارک ترین زن هست، زن بسیار مبارکی است که به خاطر اون قبیله مسلمون شدن. بله. از اسارت هم نجات پیدا کردن. نجات پیدا کردن. خب یک پیروزی بزرگی بود، بدون اینکه درگیری رخ بدهد کسی از اصحاب رسول الله کشته بشود. بعد یک قبیله هم مسلمون میشه. بله. خیلی پیروزی مبارکی بود. بله. تو اینجا قضیه خیلی جالب هست. اما منافقین در این غزوه رسول الله صلی الله علیه رفته بودن، همراه رسول الله بود. در رأس اونها عبدالله بن ابی بن سلول. بله. کبیر منافقین هم در این غزوه شرکت کرده بود. بله. که او در غزوه احد شرکت نکرده بود دیگه، گفت برست. که برمیگردیم و برگشتند و رسوایی که براشون به بار اومد. بله. انگار دیگه متقاعدشون کرد که تو این غزوه شرکت کنه. بله. اومد در این غزوه شرکت کرد. وقتی که شرکت کردن بعد از برگشتن، خب پیروزی خیلی خوبی بود، ولی دو حادثه رخ میده که شیرینی این غزوه را، این حادثه را زیر شعای خودش قرار داد. بله. و پوششش داد و لذت اونو از بین برد در حقیقت. بله. هر دو هم منافقین درست کردن. تو هر دو جریان هم منافقین درست کردن. هر دو جریان هم منافقین بودن. بله. اولین قضیه این بود که در بعد از اینکه باز میگشتن، در هنگام بازگشتن، بله، دقت کنید، در هنگام بازگشتن، خب در خود قبیله اون قضا رخ داد، مسئله آزاد شدن اونها هم تموم شد، اموالشون بهشون برگردنده شد، اونها ایمان آورده بودن. در هنگام بازگشت بین یکی از مهاجرون انصار یه درگیری لفظی پیش اومد. انصاری گفت که یا للانصار، اون گفت که یا للمهاجرین. بله. همه جمع شدن. وقتی خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله فوری میگن که این حرف رو رها کنید، این منتنه، یه چیزی گندیده است این دعوا. بله. که هر کس داد بزنه به چیز قومیت خودش، نهیشون کرد. بله. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله تونستن با حکمتشون قضیه رو تموم کنن. بله. خبر به عبدالله ابن ابی ابن سلول که میرسه، خب این نفاقش که مشخص بود، حالا بعد اشاره خواهیم کرد که چه کارهایی میکرد. عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی بهش خبر میرسه میگه آیا واقعا این کار انجام دادن؟ مهاجرین اینو گفتن، تقصیر خودتونه، از ماست که بر ماست، خود کرده چاره ای نیست، شما جاشون دادید. خوب که حالا گفت که سم من کلبک یاکلک، اینطور چیزی گفت در عربی هست. بله. خب این حرفو زد، گفت تقصیر خودتونه، بایستی منابع مالی اینها رو هم خشکان، اینها رو باید بیرون کرد از مدینه، جایی دی برای ما نمیمونه. سید ابن ارقم اونجا نشسته بودن، حالا یکی از جوونی بود. بله. میاد به عموش خبر میده،
اموش کی بوده؟ حالا اسم اموش هم من درست یادم نمیاد. میاد خبر میده، میگه که اینطور حرفی زده، اینطور حرف زده عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی ابن سلول این حرف زده. بله. میاد به رسول الله صلی الله خبر میدن. سلام. رسول الله صلی الله فوری در زمانی که هیچ وقت حرکت نمیکنن، در اوج گرما بود، گفت حرکت، که دیگه میخواست فتنه را کلن از بین ببره. بله. وقتی یکی از بزرگان انصار سوال میکنه که چرا رسول در این وقت حرکت نمی، گفت که مگه نشدی که عبدالله ابن ابی ابن سلول چی گفته؟ حرکت کنیم. که اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله حرکت میکنه همون روز و شب هم ادامه میده تا فرداش که دیگه مردم حسابی خسته میشن، که دیگه اصلا کسی وارد این بحث نشه، دیگه استراحت کردن. در واقع یک تاکتیک از رسول الله صلی الله بوده که دیگه اون اختلاف و درگیری که پیش اومده یا بگو مگو یا ناراحتی اون دیگه از ذهنشون بره. آره، سوء استفاده ای که منافقین میخواستن بکنن کلا از بین ببره. یه مسافت طولانی همون روز و شب، شبش هم کامل حرکت کردن، چون تقریبا نز 300 و این بنی مستلق به مکه نزدیکتر هستن. بنی مستلق، بله، تقریبا 250 کیلومتری مدینه بود، 150 کیلومتر تقریبا چیز به مکه نزدیک بود، اما به مدینه نزدیکتر بود، دورتر بود، 250 کیلومتر. بله. خب لشکر داره حرکت میکنه، نمیتونه که مثل الان نیست که میتونه در عرض چند ساعت برسه. خب لشکر بود، اون روز حرکت میکنه، شبش هم حرکت میکنه، فردا وقتی که رسول الله اطراق میکنن میسن، دیگه همه از شدت خستگی خوابشون میره. بله. تموم شد. ولی الان جالب هست، وقتی که عبدالله پسر خود عبدالله ابن ابی سلول، یک از صحابه بود، ایمان آورده بود واقعا. بله، از خیار، از انسانهای مؤمن بود واقعا. گفت یا رسول الله اگه میخوای پدرم بکش، من خودم میکشمش. بله. من خودم میکشمش، اجازه بده، فقط اگه میخوای بکشی من خودم میکشمش، حاضرم. بله. به خاطر این حرفاش. خب جالب هست، میگه زید هست، میگه که خیلی ناراحت شدم وقتی که قضیه شنیدم، که عبدالله بن ابی سلول وقتی که شنیده بود که خبر رسیده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اومد پیش رسول الله سوگند یاد کرد اصلا من اینطور حرفی نزدم. عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی ابن سلول، رأس منافقین، اومد انکار کرد، انکار کرد پیش رسول الله، قسم، میگه من خیلی ناراحت شدم. یکم میگه گفت خب این جوون امکان داره اشتباه کرده باشه، اشتباه شنیده. میگه خیلی برام سنگین تموم شد، اینقدر ناراحت بودم، تا اینکه دیگه سوره نازل، سوره منافقین نازل میشه که در ارتباط با همین قضیه هست. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. این چیزایی که گفته بودن، قرآن نازل میشه تأیید این سخن. خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله با این حکمتش تونستن قضیه را قاری کنه، بخوابونن منافقین. خیلی جالب هست، در همیشه ارتباطاتی که داشتن و ایجاد فتنه ای که بوده، ارتباطی که با یهود داشتن، با مشرکین داشتن، قرآن اینو بیان داشته. بله. یعنی برنامه ریزی هایی که داشتن برای ایجاد فتنه در جامعه اسلامی و فوری اگر یک چیز رخ میداد اونو بزرگ کردن، از صفات منافقین بود که با برنامه ریزی هایی که با یهود داشتن. نگو کنید در غزوه بنی نظیر بود، میخونیم در سوره 8 دیگه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ارتباط با يهود بني نذير، در غزوه بني نذير بني قريظه كي مياد، غزوه احزاب خندق كي مياد، در دو ما بعد، خب بار ديگه همين ها بودن منافقين. چي گفتن؟ كه ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. صفاتی که داشتن ایجاد فتنه، همطور که خداوند در سوره توبه اینو خوب توضیح میده. بله. که لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. اگه در میان شما بودند ایجاد فتنه میکردند. خب در میان شما هم کسانی هستن که متاثر میشن، سماعونه یعنی قبول میکنن، متاثر میشه حرفشونو، متاثر میشن به حرفاشون. دقت کن، این صفت اینها این بوده که ایجاد فتنه. بله.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. فقط ايجاد فتنه در میان مسلمان ها، این صفت اونها بود، صفت بارز منافقین. خب چرا عبدالله بن ابی سلول دست به این کارو میزد؟ خب قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت کنند بیان به مدینه و مدینه مشرف شود به مقدم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصلا آمادش میکردن به عنوان که پادشاه بشه. اوس و خزرج اینو به عنوان پادشاه بله آمادش میکردن. اسلام که اومد همه چیز از بین مرد دیگه. رسول الله که اومدن به مدینه تا قبل از غزوه عقده اون موقعیت دلش مونده بود. آره قبل از غزوه بدر خب اصلا صراحتا به رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنین اهانت میکرد. بله حتی یه بار رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار بر الاغی بودن، رد میشدن از مجلس، رد شدن که عبدالله بن ابی سلول نشسته بودن، گفت که از اینجا رد نشید، گرد و غبار میکنید. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جمعی که بودن افراد نشسته بودن، مؤمن و کافر بودن همه، قرآن میخونه. عبدالله بن ابی سلول میگه خونت بشین، برای ما نیازی نداریم. بدین صورت حتی برخورد میکرد. تا میرسیم به بحث بعد از غزوه بدر بود که دیگه نفاق این شروع میشه. و جالب است که میگه بعد از غزوه بدر، خیلی جالب است، عبدالله بن ابی سلول قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله بر منبر بلند میشه، میگفت که ایها الناس، این رسول خداست، حرف او را بشنوید، سعادت دنیا و آخرت مال شماست. بعد از غزوه احد هم این کار میخواست بکنه. بعد از اینکه با 300 نفر از لشکریان برگردوند، بله، میخواست بلند بشه، میگه مردم در مجلس اجازه ندادن، مسجد، گفتن که خجالت نمیکشی. بله خب بیرون رفت از مسجد، یکی از انصار پیش گفت که برگرد برو پیش رسول الله عذرخواهی کن، تقاضا مغفرت کن. گفت من اصلا نمیخوام. که آیه بعد میگه که اذا قل لم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم رايتهم يسدون وهم مستكبرون. این گونه بوده ارتباطاتی که دیگه بعد با هم مشرکین داشتن و هم با یهود و با قبائلی که در اطراف مدینه بودن که جزء مخالفین رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. این اولین چیزشون بود. بله آیه امین از اورومی پشت خط است. آیه امین بفرمایید. آیه امین و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. تاریخ وقتی دردیم میکنه که در زمان فعلی بسیم از این تاریخ جوایات تاریخ. صداتون واضح نیست آیه امین، صداتون مقداری برای ما واضح نیست، اگه جاتون رو عوض کنید جوری. بفرمایید ادامه بدید. بفرمایید ادامه بدید آیه امین. عرض میکنم تاریخ گذشته اگر چراغی برای آینده نباشه، ضرورش زیاد به درد ما نخواهد خورد. ولی اگر بتونیم از تاریخ عبرت بگیریم و استفاده کنیم، حتما انشاءالله در تصحیح رفتارمون هم موثر خواهد بود. از تهمت صحبت میکنید، تهمت ناروا نسبت به که از اخلاق منافقین بوده. من سوالم از شما و محترم هر دوتون اینه که آیا تهمت هایی که به عقاید شیعه مخصوصا در موضوع تحریف قرآن میزنید که نزده و هیچ عالم فعلی شیعه قائل به تحریف قرآن نیست، ولی شما دارید دائما پربوغ این اتهام بر شیعیان میزنید، یا قتل هایی که اتفاق میفته فورا نسبتش رو بدون این که ارائه قرآن آیه امین این که دلائل براش وجود داره، این کتاب اصلا نوشته شده به همین موضوع، یعنی از علمای شیعه یا آخوند شیعه کتاب نوشته شده به همین موضوع اصلا، و این دلیل و مدرک براش وجود داره. اونهایی که قائل به تحریف قرآن هستن، ما هم برنامه خیلی رفتیم در این مورد، با اسناد و با مدارک اینو ارائه دادیم. حالا شما نگاه کنید، اینو میایید به عنوان تهمت مطرح میکنید. سوسنی انشالا جواب خواهند داد، اما چیزی که در واقع گفته شده، عقیده ای که وجود داره، زمانی که نقد میشه شما اونو تهمت حساب میکنید. اما اینکه تو صدا و سیمای ملی شخصی بیاد در کشوری که اسم اسلام هم داره به ناموس رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت بکنه، که در واقع اهانت به خود رسول الله هست، که در واقع اعلام جنگ با خدا و رسول هست، شما ککتون نمیگزه اصلا، هیچ براتون اصلا انگار اهمیتی نداره و براتون خیلی عادی هست. اما این قضیه‌ای که وجود داره، مدرک و سند براش هست، میخواد انکارش کنید.
و در واقع آیه الیاس از ایران. بفرمایید آیه الیاس. سلام علیکم، وقت شما بخیر. و علیکم السلام، وقت شما هم بخیر. مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفت. سلامت شما هم قبول باشه. تشکر آقای الیاس. ببینید این بحثی که در رابطه با تهمت و همین طور که یکی از ویژگی های افراد منافق تهمت زدن هست، در واقع ما متعدد هم در آیات قرآن مشاهده میکنیم راجع به این چه در میخواه. منتها شما یه بحث داره اینه که ببینید ما آموزه هایی که در قرآن و همینطور حالا تدنم وجود داره باید منطبق بکنیم با نیازهای الان و نیازهای روز جامعه. ببینید همون جوری که سیر علم و سیر تکامل و پیشرفت انسان به طور تدریجی هستش، الان یکی از رشته هایی که بسیار گسترده شده و در دنیا یک پیشرفت چشمگیری پیدا کرده بحث تکنولوژی و همینطور بحث پزشکی هست. الان میدونیم که تمامی پزشکا با تحقیقات متعددی که انجام دادن بل اتفاق اعلام کردن که آقا چه سالی که دارن روز هن. آیه الیاس اگه لطف کنید خلاصه بگید مطلبتونو. بله چی میخواد بگید؟ خیلی خلاصه. بله من فقط میخوام بگم که ببینید آقا این بحث روزه که الان جزی آموزه های اسلام هست، شاید 1400 سال پیش نمیدونستن که الان روزه باعث بیماری ها میشه، ولی الان دکترها ثابت کردن که آقا باعث نارسایی کلیه، هپاتیت، سرطان و همینطور فشار خون، غلظت خون، بیماری های متعدد میشه. شما یک دکتر مسلمان رو بگید نام ببرید همچین چیزی گفته باشه. آیه الیاس شما خودتون مسلمانید یا آمد نیوز گفته اینا کاملا. آیه شما اگه بخواید حالا نمیدونم ما که استاد حسینی انشاءالله توضیح خواهند داد در این مورد صحبت خواهند کرد. بله استاد نیا کنید. فقط من قبل از این که به بحث مون دوام بدیم، آقای امین گفتن که ما تهمت میزنیم، درسته؟ بله. ولی خب ما سعی میکنیم همیشه از این مسائل دور بشیم، اما بار دیگه خود آقایون سعی میکنن این مسائل زنده کنن و عقیده خود را به مردم معرفی کنن. این چیز جالبیست. بالاخره ما سعی میکنیم که از این مسائل بالاخره هی وارد نشیم، اما دوستان دائما میخوان عقیده خود را در مورد اینکه قرآن کتاب خدا نیست، تحریف شده است، اثبات کنند. نگاه کنید این کتاب اوائل المقالات شیخ مفید هست. دقت کنید در دهمین قضیه میگه چی؟ القول فی الرجعه والبداء وتالیف القرآن. میگه اتفقت الامامیه. دقت کنید اتفاق امامیه هست. بر چی؟ بعد میگه که واتفقوا على ان ائمه الضلال خالفوا في كثير من تالیف القرآن وعدلوا فيها موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. میگه اتفاق امامیه هست که ائمه گمراهی، ائمه گمراهی کی هستند؟ صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه دیگه منظورشون صحابه هست که قرآن جمع کردن. کی میگه قرآن؟ خالفوا في كثير من تألیف القرآن. در بسیاری از در ترتیب قرآن و تألیف قرآن مخالفت کردن. وعدلوا فيه، برای از اون گونه که قرآن نازل شده هم ننوشتن. این داره جناب آقای مفید داره میگه، شیخ مفید. بعد تو انوار نعمانی میاد، توی جناب آقای مجلسی میاره، همه اینها متفق هستن بر این که حتی ما وقتی سخن آقای نعمت الله جزائری میشنبیم میگه که اگه ما بخوان قبول کنیم که واقعا این قرائات هفت که از میگن که از پیامبر اومده متواتر باشه، در این صورت میگه تمام روایت هایی که ما داریم که در مورد تحریف قرآن هست بعد اینا رو کنار بذاریم. حاضر هست روایت رو قبول کنه، قرآن رو محرف میدونه، اما میگه نه، اگه ما قبول کنیم قرائت های هفتگانه متواتر است، از وحی هست، همه اینا رو روح الامین فرود آورده است، منجر به کنار گذاشتن آن روایات مستفیض بلکه روایت متواتر می شود که همه اونها دلالت بر واقع شدن تحریف در کلمات و مواد و اعراب قرآن دارند و همچنین اصحاب و یاران ما رضوان الله علیهم همگی بر درست بودن و تصدیق نمودن اونها اتفاق نظر دارند. بله بفرمایید. ما تهمت نمی زنیم در این قضیه.
و تهمت زدن از صفت انسان مؤمن نیست، بلکه صفات منافقین هست. بله. که متاسفانه این منافقین همیشه در طول تاریخ بودن و خواهند بود و همیشه متاسفانه منبرها تو دستشونه، به خصوص در کشور خودمون. استعداشید به نقش عبدالله ابن ابی در واقع به عنوان رأس منافقین اشاره می کردید و فرمودید که در واقع برخی از موزگیری هاش در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره فرمودید، اما قضیه بعدی فرمودید که منافقین اینجا در حالا بنی مستلق در واقع از دو قضیه رو به وجود آوردن که خواستن از اونها سوء استفاده کنن. یکی ایجاد فتنه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو خوابوند، اما قضیه دوم در واقع قضیه افک هست. بله. که منافقین وارد عمل شدند و برای اینکه در واقع ضربه خودشون رو وارد بکنن. بله. خب بعد از اینکه این قضیه رخ میده، قضیه افک رخ میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اعلان میکنن که حرکت بشود بعد از این قضیه، حالا ظاهرا فهمیده میشه که این قضیه هم تقریبا مرتبط بعد از این رخ میده، بعد از موقعی که میخواستن حرکت کنن. بله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این وقت اعلان میکنه که یلا حرکت کنید، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در صحیح بخاری هست بر اساس قرعه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میاندازن همراه او در این غزوه بودن. بله. و میگه که ما همه اون وقت زنها چاق نبودن، وضعیت مالی خوب نبود، که همه ضعیف بودن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان میکنه که حرکت کنید، در روایت دیگه اومده که کجاوه یکی از زنان بار دیگه داشتن درست میشن، گفت که تا این من قضای حاجت کنم، چون دور میرفتن. میگه وقتی میخواستم برگردم دیدم که گردنبندم از افتاده، شب بوده، میگه شروع کردم برای جستجو کردن تا وقتی پیداش کردم. بله. وقتی برگشتم دیدم که رفتن، چون من وزنی نداشتم، کوچکم بوده، میگه که کجاوه را بر روی شتر گذاشته بودن. این هم بعد از قضیه نزول حجاب هست که زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه امرشه که در پشت پرده با زن با مردان صحبت کنن و حجابشون کامل، کسی صورتشون نبینه. میگه در کجاوه دیگه مینشستن، کجاوه که بلندش میکنن میذارن بر روی شتر، حرکت میکنن میرن. میگه من برگشتم سر همون جا مون، دیدم کسی نیست. میگه خب گفتم حتما برخواهن گشت، وقتی منو نمیبینن برمیگردن. میگه خواب افتادم، اینم بارد از رحمت خدا بوده، در اون بیابان مثلا کوچک بوده، ترس و وحشتی. میگه خواب افتادم، میگه نزدیک های صبح بود که شنیدم یک میگه که انا لله و انا الیه راجعون. صفوان ابن معطل سلمی بود که حالا رسول الله صلی الله علیه و آله معمولا یکی را مأمور میکرد که بعد از بهش میگن معرس، یعنی این که بعد از لشکر میمونه که چیزی فراموش شده برداره بیاره. میگه خب قبل از نزول حجاب منو میدید، منو میشناخت، عادی بوده دیگه. خواب افتاده بودم، وقتی که جسد انسانی دید که من هستم، خب در خواب بودم، گفت که انا لله و انا الیه راجعون. من بیدار شدم، فوری صورتم پوشوندم، شطور خوابون، هیچ چی دیگه حرفی نزد، هیچ حرفی به طور کلی نزد. میگه دیگه سوار بر شطور شدم، اومدم به وقت به لشکر رسیدیم. بله. منافقین اینجا دیگه شروع میکنن بار دیگه دورشون. دقت کن، در اونجا در بحث ایجاد فتنه در بین مهاجرین انصار موفق نشدن، میان در اینجا گفتن که یک دختر و پسر جوونی با هم بودن، امکان نداره که ارتباطی با هم نداشته باشن. ایجاد این افک، افک از خود خداوند از اون برمان افک یاد میکنه، افک قلب حقیقت هست، وارون جلوه دادن. چرا که یک زن که پاک هست، مؤمنه بوده، دارای فضائل اخلاقی بوده، وارونه جلوه دادن، بین خاطر خداوند اون برمان افک یاد کرده و به اون صفات بد دادن افک هست، وارونه کردن، جلوه، وارونه جلوه نشون دادن حقیقت و شخصیت انسان هاست. دقت کن، استفاده ای که خدا من کرده کلمه افک هست، چرا که شخصیت ام المؤمنین عایشه را وارونه کردن، شخصیت پاک و مطهری میان وارونه جلوه میدن. زمینه مساعدی بود برای منافقین، برای کسانی که فی قلوبهم مرض مرض. و شروع کردن، کسی که این قضیه را بزرگم کرد
عبدالله بن ابی بن سلول هست، خود رأس منافقین، و قرآن هم همینو میگه والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. بله، کبرش اون بزرگیش رو چیز میکرد، بزرگ کردن این قضیه و دمیدن در اون، در هر مجلس صحبت کردن و پروبال دادن و شاخ دادن، شاخ دادن به اونها، این کارو عبدالله ابن ابی سلول رأس منافقین انجام داد. پس دقت کن الان کسی که این قضیه را درست کرد، قضیه افک منافقین، منافقین بودن. بله، آقای عبدالرحمن از اهواز بفرمایید. آقای عبدالرحمن سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، زنده باشید. آقای عبدالرحمن بفرمایید. الله متعال شما را نگه داره و نمازتون قبول حق باشه. آمین آمین. استاد من دوتا نکته خواستم بیان بکنم در موضوع برنامه. نکته اول، استاد بعضی مثلا میان تهمت میزنن، یعنی بدون تحقیق چیزایی میگن. ما آنچه که در روایات خوندیم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدیم که در قضیه جنگ خندق، وقتی که یکی از اصحاب ابو سفیان در جنگ خندق مبارز طلبیدن، کسی میاد که اون مثلا عمر بن عبد بود که یکی از پهلوانان معروف عرب بود، مبارز طلبید. آنچه که من مطالعه میکردم، سیدنا علی رضی الله عنه رفتن به مبارزه ایشان و مثلا پیام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در کلام ایشان گفتن، در مواجهه با عمر بن عبد الود گفتن ضربت علی فی الخندق تعادل عبادت الثقل. آیا این که کسی که با عمر بن عبد الود مبارزه کرده بودن سیدنا علی بود یا طلحه بود، که بعضی میان میگن تهمت میزنن سیدنا علی اصلا نرفت مثلا مبارزه کنه با یه شخص، یا واقعا تله بود؟ این یک شخصه بود، خواستم روشن این استاد دارید. توضیح خواهد داد انشالله. بعد بفرمایید. خدا نگه. مطلب دیگه ای ندارید عبدالرحمن؟ سوال دیگه؟ بله، یه نکته دیگه هم خواستم میگم. بعضی هم مثلا در مورد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توهین میزنن، تهمت میزنن که پیامبر مثلا هرچی بود با مردم را اجبار میکرد، یا مثلا مخالف بعضی حالت های رفاهی مردم بودن. مثلا در بعضی شبکه ها میان میگن که رسول خدا اجازه میداد هر کس میاد موسیقی مثلا قنا مثلا گوش میداد و از این حرفا. خواستم در مثل شبکه من و تو گفتن مثلا پیامبر راضی بود به عقد زنان، آیا چیز چیزی صحت داره یا نه؟ استاد توضیح خواهد داد انشالله. تشکر های دارم. بله، پس در واقع قضیه حالا اون افک، بله، منافقین به عنوان بستر و زمینه مناسبی رو دیدن برای این که بله به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع حمله بکنن. بله، و حمله به ناموس رسول الله، یعنی حمله به خود رسول الله. بله، اصلا با قضیه بود که یک ماه کل مدینه را مشغول کرد. بله، و خیلی سنگین بود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول دعوت سختی ها زیادی دیده بودن. در شخصیت خودشون رو میگفتن که شاعر هست، مجنون هست، ساحر هست، یه چیزایی میگفتن. هر نمی سعی میکردن ترور شخصیتیش کنن. شخصیتی. اما این قضیه خیلی سنگین بود. بله، کل مدینه رو بر واقعا ابر سنگین، سیاه سنگینی بر مدینه سایه گسترده بود. خب وقتی نگاه میکنیم، حالا امولمون خودشون میگه که من در این یک ماه کلا بیمار بودم، میگه باردین از رحمت خدا بود که من اصلا رحمت خدا بود که در این مدت بیمار بودم، متوجه نمیشدن که تا اینکه بعد که یک ماه گذشته بود دیگه ام مستح بهش خبر میده. میخوایم رسید. خب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قضیه براش خیلی سنگین بود، حتما خب پدر و مادر دختر کسی که مورد اتهام هستن به همین صورت هست، دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم هم براشون خیلی سنگین هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد میاد مشورت میکنه با اطرافیان خودش، با اسامه، با زید ابن اسامه بود، با حضرت علی رضی الله عنه بود، با زینب بنت جحش بود. بله، با کسانی که در ارتباط من مشورت میکنن. زید ابن اسامه میگه که یا رسول الله، این اهل بیت تو هستن، ما جز خیر از اهل بیت هیچ ندیدیم. بله، حضرت علی رضی الله عنه میگن که یا رسول الله، اولا که زنها زیاد هستن، ثانیا شما میتونید از کنیز سوال کنید. خب از کنیز سوال میکنه، میگه که اصلا
چیزی که دوچار انسان شک بشه در این زن نیست. اما چون کم سن و سال هست، وقتی که خمیر میکنه، آردشو خمیر میکنه، خب میفته اون گوسفندای تو خونه، گوسفندهای خانگی میان میخورن. این تنها عیبش هست. خب پس در واقع رسول از زینب بنت جهش ام المؤمنین سوال میکنه، میگه که یا رسول الله، من چشم گوش میبندم جز خیر ازش ندیدم. بله. این اینجا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله میاد در مسجد، میفرمان که چه کسی شر فردی که در مورد خانواده من حرف بد زده و من جز خیر از اون ندیدم و نمیدونم، چه کسی باید شر این فرد از سر ما کم کنه؟ من یعذرونی، این بعد این فردو ساکت کنن. و کسی هم متهم کردن که انسان خوبی است و هیچگاه بدون اجازه من و غیر من خونه نمی اومده و جز خیر ازش ندیدم، صفوان ابن معطل السلمی. سعد ابن تماس دارید؟ بله. آیه محمد خوش خط است. آیه محمد از تهران. آیه محمد بفرمایید. آیه محمد. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله محمد. شکر، وقت شما هم بخیر. بفرمایید. متشکرم. طاعت و عبادت قبول درگاه از شما هم قبول باشه. ممنون از لطفتان. بفرمایید. من واقعا استفاده کردم از بحث بسیار زیبایی که در صحبت با طرز آیات و باعث پیام خسارات سلام فرمودید. ما واقعا الان هستیم که در این ماه واقعا همه موحدان تمرین بندگی که بتونن گناهان رو کنار بذارن و یک مصداق بزرگی که در این ماه وجود داره، اون مصداق این هستش که همه مسلمان ها خب الان روزه هستن و نزدیم. ببینید تو شهر ما تهران متاسفانه ما گاهی وقتا میبینیم که عده‌ای خب روزه خاری میکنن و متاسفانه حالا اون در واقع تعدیمی که حدش رو رعایت نمی کنن. ببینید چیزی که قلب آدم رو جریه دار میکنه و آدم واقعا به تنگنا میاد و اذیت میشه، اون اینه که عده‌ای میان دامن میزنن به این و حالا با یه سری از اطلاعات غلط و یه سری از حرف هایی که واقعا در مستند علمی هم هسته، میان دامن میزنن که نه شما مثلا میخواید نماز بخونید اون مشکل پیدا میکنه یا روزه میکنید مثلا مریض میشید و یه حرف هایی دیگه. به ما الان از شبکه زیاد میبینیم مثلا شبها وقتی نماز تراویح خونده میشه، حالا ما که اینجا نمیتونیم متاسفانه مسجد و اینها که چیز نیست، منتها خواستم بپرسم که واقعا چی کار میشه کرد در مقابل اینکه متاسفانه رسانه ها هم دست دشمنای اسلام افتاده و هر روز دارن دامن میزنن به این قضیه که آقا این روزه ای که شما میگیرید نمیدونم عصر نمیدونم اینه که آقا ماهواره میفرستن هوا و و خیلی چیزهای دیگه و میان یه سری مباحث پزشکی رو مطرح میکنن و میگن که آقا روزه مثلا با توجه به این چیزها اشتباه هست. من گفتم چی کار میشه کرد واقعا؟ استاد حسین ان شاءالله در این مورد توضیح خواهد داد آقای محمد. اما خب در واقع خود همین هایی که حالا مستندشون اینه که تحقیقات علمی و پزشکی و اینها، اتفاقا خود در تحقیقات خود غربی ها و دانشمندان پزشکایی که اونجا هستن خودشون اعتراف میکنن، یعنی فواید روزه رو در واقع و فواید یعنی خودداری و امساک و خود اونها در کتاباشون در تحقیقات پزشکیشون فیلمی بود بی بی سی پخش کرد، مقالاتشون برای فیلمی که بی بی سی هم در این مورد انگار پخش کرده خودشون بیان، یعنی خود اونها اعتراف میکنن به این و در واقع چیزی که خداوند گذاشته، قانونی که خداوند گذاشته ممکن نیست به ضرر بشر باشه. استاد انشاءالله در این مورد توضیح خواهند داد. آیه وحید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام، زنده باشید. بفرمایید. اون که پرداد و حوالتتون قبول. همچنین، از شما هم قبول. این موضوع که شما در آنون گذاشته مثل موضوع که خیلی که ما مبارک رمضان گذاشتی و صحبت جالبی در این باره داشتید. من میخواستم در باره یه موضوع توده اگه میشه اجازه صحبت بدید که درزی هم در باره امروزه در باره قتل
همسر محمد علی نجفی دارن صحبت میکنن، میخواستم در باره این تو زرکشی که در واقع اصلاح طلبان اتفاق میفته صحبت کنید لطفا. آی وحید لب کلامتون چی بود؟ من متوجه نشدم چی میخواستید بگید. میگم استاد در باره زنکشی که توسط اصلاح طلبان اتفاق میفته خواهشم یه صحبتی انجام بدید. انشالله انشالله استاد حسینی توضیح خواهد داد. الان ما نمیدونیم منظورتون چی بوده، چی میخواستید بگید، انشالله استاد توضیح خواهد داد. آی سامان بفرمایید. درود بر شما، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر آیسان. داشتم موضوع برنامه رو دنبال میکردم، در مورد تهمت زدن بود. با بسیار از این بحثات من موافقم، واقعا تهمت زدن از طرف هر کس، هر گروه و دسته‌ای میخواد باشه به طرف دیگری، واقعا این عمل محکومیه، کسی اینو قائل بهش نیست. من میخوام یه سؤالی داشته باشم، بحث تاریخی و بادخانی تاریخه. آقای سامان من یه سوالی از شما بپرسم. اگه در مورد تهمتی که به همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم در صدا و سیمای ملی که با بودجه ملی اداره میشه زده شده، شما نظرتون چیه در این مورد؟ شما که میگید تهمت، در واقع فرمودید تهمت بد است، اما تهمت در مورد ناموس رسول الله، قطعا این تهمتی که زده شده طبق اون که در اسلام وجود داره، این اصلا کفر اون کسی که اینو گفته از دایره اسلام اصلا خارج نیست. من حتما بالاتر از این هاست، حتما دشمنتر از این که اصل مسلمان ها در مورد ایرانیت دارن انجام میدن و سبب شده که ایرانی ها نسبت به اسلام زاویه بگیرن. تهمت هایی که در طول تاریخ زده شده از اسلام قبل، از ایران قبل از اسلام، میگن شما هیچ هویتی نداشتید، شما خواهر برادرتون با هم ازدواج کردن، شما نمیدونم اصلا پیشرفت نداشتید، تمدن نداشتید. اتفاقا آقای سامان این مسائلی که شما میگید حالا که باعث شده که مردم ایران از اسلام زده بشن، من به نظرم یعنی نمیتونه درست باشه. چرا که حالا اینکه قبلا یک عیوبی وجود داشته، بدیهایی وجود داشته، این که در مورد همه هست. یعنی تاریخ چیزیه که حالا واقعیت ها رو در مورد همه ملت ها گفتن، یعنی عیبه ها و انحراف ها در میان همه ملت ها بوده، تاریخ نویس هم گفتن. این که جز بدیهیاته، یعنی قضیه این نیست که حالا بخوای اینجور انسان جنجال کنه روش. اما قضیه مهم این است که اونهایی که به اسم اسلام در واقع اومدند و عملکردهایی که به اسم اسلام داشتن، اونها بیشتر ضربه وارد کردن و باعث دین زدگی شدن در واقع. آقای مصطفی از اردبیل. آقای مصطفی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام آقای مصطفی، بفرمایید. تهمت زدن یکی از حربه‌های منافقینه. بنده معتقدم که شیعیان منافقن، همشون از دم منافقن، چون همیشه من دیدم تهمت میزنن، چه صدا و سیما، چه فضای مجازی، بارها تهمت زدن. من یکی از دعواهایی که حالا نمیشه گفت رفیق، ما اهل سنتیم، تو شیعیان زندگی میکنیم، آشناهای شیعه هم داریم، من بارها دیدم که تهمت‌های ناروایی به عوامل شبکه نور میزنن، کلمه میزنن، میگن اینا وهابی هن. من همیشه با اینا دعوا داشتم، میگم مثلا وهابی هن چی؟ مثلا وهابی نداریم. بله. یعنی هر کسی که طرفدار محمد ابن عبدالوهاب باشه باید بهش بگیم وهابی. این حرف درستی نیست، همیشه اینا تهمت میزنن و من همیشه سعی کردم مقابله کنم، ولی باز هم هنوز به جواب درست قطعی نرسیدم. اهل سنت داریم، یه شیعه داریم، این وسط مگر وهابی هم داریم که اینا هی تکرار میکنن؟ ممنون میشم در رابطه با این تاریخچه وهابیت میشم بیشتر توضیح بدید. ممنون میشم. سلامت باشید. ممنون آیه بیننده گرامی. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید. داریوش. آیه. الو. آیه داریوش. صدا هست. داریوش هستم از کازرون. آقای مجری من تقاضا دارم به خاطر اینکه انگ تهمت هم به شما نخوره، یک سند تاریخی بیارید در مورد اینکه ایرانی ها
ازدواج با محارم داشتم. با ویکی‌پدیا و اینا قبول نیست. ویکی‌پدیا مدرک حساب نشه. ویکی‌پدیا اومده در مورد آخونده هم سند آورده به نفع اونها. شما اونو قبول میکنید؟ نه ما قبول میکنیم، نه شما قبول میکنید. به خاطر همین در مورد از ویکی‌پدیا صحبت نکنید. اون یک هر کسی که بخواد میتونه بره اینو تنظیمش بکنه. بله. استاد انشالله توضیح خواهند داد، اما حالا اینکه این قضیه بوده یا نبوده چه مشکلی از ما حل خواهد کرد؟ حالا اون چه که در دوران قبل از اسلام بوده یا جاهلیت هایی بوده یا انحرافاتی که بوده، خب این موارد چه بسا در خیلی از ملت های دیگه هم بوده و اسلام اومده به راه و روش و رویه رو اصلاح کرده، این چیزهایی که جزو انحرافات بودن در واقع اونها رو خط بطلان روشون کشیده. این که حالا موردی نیست که ما بخواهیم این همه روش حساسیت نشون بدیم. بله استاد نگرم، در مورد در واقع منافقینی که بله خب و ساخت این قضیه از منافقین بود، منافقین بود بله. آیات بعد امونیون آشه می فرمند که بعد از این رسول الله صلی الله علیه و آله خونه من در خونه پدرم بودم، بعد از این که ام مستحب این قضیه رو برای من توضیح داد، بعد از یک ماه از رسول الله خواستم برم خونه پدرم بودم چی خبره. من مدت بیمار بودم، اومدم از پدر مادرم سوال کنم، گفتن چیزایی میگن. بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و آله اومدن خونه، میگه وقتی من گفت دو شب اون شب تا صبح و روزش و شبش همه گریه میکردم، دو شب و یک روز میگه کلا گریه میکردم که پدر مادرم گفتن که تو میمیری از شدت گریه. رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف آوردن خونه، میگه بعد صحبت کردن که اگر اشتباهی هست اشتباهی کرد، اگه اشتباه نکردی خدا برایتت اعلان خواهد کرد. در واقع یه قضیه دیگه همین وسط مشخص میشه استاد نگرم، اون هم بشر بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بله. رفتار کردن با این قضیه به مانند یک انسان عادی دیگه، درسته، نه به عنوان پیامبر. متاثر میشه، ناراحت میشه، ناراحت و علم میشه. غیب هم نداشتن. منون افشین فران که بعد تو خونه بودیم، هنوز رسول الله بیرون نرفته بودن که قرآن نازل میشه، میگه من اصلا انتظار نداشتم. میگه گفتم من اگر من انما اشکو بثی و حزنی الی الله، همطور که ابو یوسف گفت، بله، میگه اینو گفتن که من تنها به خدا پناه میبرم، به خدا شکوای خود رو میارم. میگه که آیات نازل شد، میگه انتظار نداشتم که، میگه من گفتم حتما به رسول الله صلی الله علیه و آله پیامی میرسد، در خواب به او گفته میشه یک چیز، اما اینکه قرآن نازل بشه در مورد من، 10 آیه در این مورد آیه نازل بشه، بعد میگه من انتظار رو نداشتم، خیلی خودم کمتر از این میدیدم که آیاتی در مورد من نازل بشه. اما چون بحث دفاع از شرف رسول الله صلی الله علیه و آله بود، متعلق به خود رسول الله صلی الله علیه و آله بود، آیات نازل میشه که در میان این آیات خب ادب برخورد با تهمت هایی که زده میشه خداوند بیان میفرمایند که چگونه انسان کنه، چی بگوید، چی موضع گیری داشته باشه. و بعد فرمودن که اگر مؤمن هستید دیگه اینو تکرار نکنید، بدین خاطر علما میگن کسی که اینو تکرار کنه کافر هست، دینی نداره. و بعد فرمودن که کسانی هم هستن که دوست دارن در جامعه اشاعه فحشا بشه. این در حقیقت از مصادیق بارز اشاعه فحشا هست که در صدا سیمای ملی کشور متاسفانه داریم میبینیم. اشاعه فحشا میشود وقتی که به بزرگترین شخصیت تاریخ که رسول الله صلی الله علیه و آله هست اهانت می شود، خب اونم در بحث شرفشون و عوریستشون دیگه، مگه اشاعه فحشا چیه دیگه؟ بله. اشاعه فحشا دارن می کنن متاسفانه. خب آیات نازل می شود، چون الان وقت ما کم هست و بعد از چیزها هم جواب بدیم. بله بله. بیننده هایی که تماس گرفتن، آیه امین که در مورد تعریف قرآن بهش اشاره فرمودید، اما آیه عبدالرحمن ایشون سوالی داشتن و ایشون فرمودن که حالا مبارزه علی رضی الله تعالی عنه، علی مرتضی در جنگ خندق با عمرو بن عبدود روبرو شدن، بله این حضرت علی رضی الله عنه بوده، بله، و این هم در کتب اهل سنت هست، همون که در جنگشون با در غزوه خندق بود، بله. خب این از فضائل حضرت علی رضی الله عنه هست، اما اینکه اون روایتی که ضربه ای که حضرت علی زدن از عبادت ثقلین میشه، این حدیث موضوع هست، درست نیست. نیازی نیست که انسان برای ثابت کردن شجاعت حضرت علی و فضیلتشون به روایت های دروغین و بی اساس انسان روی بیاورد. بله. یکی هم قضیه ای که حالا اگر جایی آورده بشه، در واقع حالا تحقیقات پزشکی در این مورد که نمیدونم روزه برای
این مریضی میاره، این بیماری رو بیاره، این مذرات رو داره. خب چه نوع برخوردی باید در همچین مواقعی صورت ما به عنوان مؤمن؟ من هیچ وقت سخن خدا را رها نمیکنم به خاطر سخن یک دو تا دانشمند دیگه بگن ما دانشمند هستیم، یا مثال علمی. مثال علمی که هیچ وقت ثابت نیست، همیشه در حال تغییر تحول هست. اما سخن خداوند همیشه ثابت است، حق است. و بالحق انزلنا و بالحق نزل. شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. کسی که حق هست و سخنش هم حق هست، ما را به این سفارش داده، همه امت ها داشتن، هیچ وقت در ضرر نیست. و جالب هست گفتیم که خود تلویزیون بی بی سی هم یک بنا به مستندی که خود دانشمندان غربی گفته بودن، تأثیری که روزه هست، روزه دارن میگیرن، روزهایی که میگیرن. ولی خب اون روزه‌ای که بله ممنوع هست که انسان مداوم دوام کامل داشته باشه، زیاد روی کنه، روزه باشه، که شبش هم طولانی مدت باشه. بله. خب این درست نیست. ولی اینکه آره، ولی اینکه یکی در طول یک ماه اتفاقا برای صحت و تندرستی خیلی هم خوب هست، ما هیچ وقت این یقین داشته باشه من خدای من الله هست، خدای من دانشمند غربی نیست. بله. فلان دانشمند غربی گفت من وقت خدای من نیست، خدای من الله هست، پیامبر او هم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست، این خبر به من دادن، من اینو حق و یقین میدونم، هر سخنی هم که با سخن خدا و پیامبر تناقض داشته باشه کنار میندازم، اصلا براش اهمیت هم قائل نمیشم. بله. هیچ وقت اونو در برابر سخن خدا و پیامبر قرار نمیدم که بگن کلا این سخن فلان نیست، به هیچ عنوان. من سخن خدا و پیامبر برام اولویت داره، برتر حق است، یقین دارم که سخن خدا و پیامبر حق است. اون دانشمندش چیزی گفته. بله. فردا من خیلی از اون مسائل علمی که دارن میگن الان به عنوان مسلمات علمی هم میگن آقا دانشمند ما دیگه آره عوض میشه. نه اینطوری نیست، اشتباه کرده. چقدر نظریات دادن همه دانشمند دیگه، ما گفت نه اشتباه هست. درست. همه این این خیلی زیاد هست. بالاخره علم تجربی است. بله. با تجربه میخواد بگه، کم یک مد نمیگه خلاف این هست. بله. درست. اما حالا با توجه به اینکه خیلی از غربی و ساسانی و تحقیقاتشون به فواید روزه و اینکه بله. روزه چقدر برای انسان فواید، در واقع ما که برای فایده روزه نمیگیریم، این یک امر الهی است. لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. الله به ما دستور داده. بله. حالا ما چه فلسفه و حکمتش رو بدونیم چه ندونیم، ما ملزم به در واقع انجام این فریضه هستیم. اما آیه داریوش از ایران، ایشون فرمود که این که گفته بشه، حالا یکی از قضایای تاریخی مطرح میشه در مورد این که در تاریخ ایران حالا یا فارس آن زمان ازدواج و مهارم وجود داشته، اولا چه سند و مدرکی در این مورد وجود داره؟ و ایشون البته به تعبیر خودشون اینو یکی از مواردی که بله. باعث دین زدگی شده، حالا یا این که اشکال نداره، ما صفحه لپتاپ داشته باشیم. بله. سایت پژوهشنامه ادب حماسی، خب دقت کنید، در اینجا خوی دوده در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی، نویسندگان هم مشخص کرده، چکیدش هم داره، میگه که در مورد ریشه خوی دوده به ترتیب شواهد از ازدواج با محارم را در میان ایزدان و اساطیر در بین النهرین ایران باستان، شواهدی از ازدواج با محارم در ایران از خلال آثار مورخان یونانی، شواهدی از ازدواج با محارم در متون میانه زرتشتی، و سپس شواهدی از این آیین را در متون دوران اسلامی پی میگیرد و موارد ایرانی در کتاب شاهنامه فردوسی که میتواند مؤیدی بر این آیین باشد بیان میکند. لطف کنید اینو بخونید جناب آقای داریوش. این سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودمن چیه؟ من درست نمیبینم اینجا. بله. بله. این واحد بله. واحد رودهن. بله. ادب حماسی. پژوهنامه ادب حماسی. خب این دیگه میاره براتون، زحمتش بکشید و بخونید. در اینجا کلید واژه ها، عنوان مقاله به انگلیسی، اصل مقاله ازدواج با خیشان نزدیکی که از موضوعات نیست که فلان. این آیین که در مورد منشأ و پیشینه تاریخ اون بریم خب صحبت میکنه. بله. دیگه فکر کنم اگه شما که میتونید تماس بگیرید حتما اتفاقا این از طریق اینترنت میتونید. اساساً ما حتی تاریخ نویسان حالا در اروپا، در کشورهای اسلامی، در کشورهای شرقی، یک چیز عادی هست. تاریخ نویسان میان مینویسن، آقا حتی کسانی که در مورد تاریخ کشور خودشون مینویسن، آقا مینویسن که این موارد در گذشته ما بوده، این خیانت ها بوده، این انحرافات بوده، اینها بوده، و یعنی جزو بدیهیات اونو توهین به خودشون نمیدونن. حتی عرب ها تو تاریخ خودشون که می نویسند
آقا انحرافات اشاره میکنن در دوران جاهلیت عرب این انحرافات بوده، دخترها رو نمیدونم زنده به گور میکردن، این انحراف بوده، این عیب بوده. دیگه نمیگن چون ما انحرافات تاریخی خودمون رو بیان میکنیم این توهینه به ما و این از شأن ما کم میکنه و این حساسیت نشون دادن. حالا البته این معلوم نیست که اینها زمانی که اسکندر به ایران حمله میکنه فقط یک افستا در ایران وجود داشته. بحث طبقاتی بوده، اجازه نداشته که غیر از پادشاهان و موبدان تدریس کنن، درس بخونن. هیچ کسی دیگه از یک طبقه به طبقه دیگه نمیتونسته بره، ازدواج نمیتونسته بکنه. حتی خود فردوسی میاره میگه که یکی از بازرگانان به شاه گفت که من حاضرم مخارج لشکرت بدم، ما باید بیام اجازه بده که بیام به طبقه بالاتر. اجازه نداد، قبول نکرد. پس یک نظام طبقاتی خیلی بدی بوده که انسان ها در همیشه در طول عمرش باید تو طبقه بمونه، نمیتونست بره به طبقه بعدی، کسی از طبقه بالاتر هم به پایین تر نمیومده. جامعه طبقاتی فقط یک گروه خاصی، وقتی یک گروه خاصی فقط میتونن درس بخونن، این جامعه چگونه میخواد پیشرفت کنه؟ ولی باید بعد از اسلام نگاه کنید، کتب علم، ادب، دانشمندان در اسلام، در زمین علمی، در ریاضیات، در فیزیک، در جبر، در ستاره شناسی، همه اینها خدمتایی بود که فارسی زبانان به جهان اسلام کردن، به بشریت در حقیقت داشتن. جزء پیشتازان در این زمینه بود که پس اسلام انسان آزاد میکنه. ما اینو میگیم که اسلام انسانو آزاد میبیند، آزاد براش، برای آزادی انسان اومده که انسان آزاد باشد از قید و بندهای مختلف، این که کسی هم که زور بهش نگه، هر انسانی حق داره. حالا بله، تشکر من استاد نزو گرامی، ممنون از حضورتون. ایزان بیننده شما را هم به الله متعال می سپاریم. الله یار و نگهدار همتون.